سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند. امروز شنبه 21 ژانویه 2011 و اول بهمن ماه 1390. امروز میخواستم مطلبی رو با عزیزان مطرح بکنم. به من اشاره میشود و پیغام فرستاده میشود که شما بهتر است گرایش ها رو باز کنی و توضیح بدهی و اسمی از افراد نبر، چرا که سطح بحث را پایین می آورد. نکته اما این است که گرایش ها و دیدگاه ها توسط افراد حقیقی و حقوقی نمایندگی می شوند. بسیار پر اهمیته. و من اینجا یه مثال، به طور مثال اصل ولایت فقیه چیزی نیست که به طور مبهم، گذرا و بدون اسم بردن از تئوریسین واضع و شارح آن، اصلی آن، اسم برده شود. من متوجه شدم که اگر ما فرزن هر چیزی رو که نسبت بدیم به آدم کشان حاکم بر ایران، بگیم اینا خون آشامند، بگیم اینا جنایتکارند، بگیم قاتلند، بگیم وطن فروشند، بگیم خائنند، که همه اینها هستند، نطق کسی در اساس در نمیاد، به ویژه روشن فکران. ولی اگر یه دولت یا افرادی از 10,000 کیلومتر فاصله برن به کشورها رو به خاک و خون بکشن، میلیون ها انسان رو بکشن، میلیون ها انسان دیگر رو بی خانمان بکنن، یک کشور رو با مواد رادیواکتیو برای نسل های بعد آلوده بکنن، زیر ساخت اجتماعی، فرهنگی، دانشگاه ها، کتابخونه ها، آزمایشگاه ها رو نابود بکنه و صدها نفر از دانشمندان این کشورها رو به قتل برسونه، شکار کنه و به قتل برسونه و بقیه رو فراری بده و یک کشور رو به خاک و خون بکشه و 100 سال عقب بندازه، اگر بگیم جنایتکاره، فریاد و فغان به آسمان میره. عزیزان دقت بکنن که چطور بخش وسیعی حتی از جامعه خودمون تحت تأثیر تلویزیون فاکس و روپرت مرداخه، یعنی به اصطلاح و تمام دستگاه های ارتباط جمعی غرب زیر به اصطلاح زیر نفوذ، در حقیقت تعیین کننده خط مشی دستگاه های ارتباط جمعی روپرت مرداخه و صهیونیست های نظیر اون، و ما هم بدون این که بدونیم تحت تأثیرش، بخوایم یا نخوایم. عزیزان همین مثالی رو که زدم، اگر شما فرزند بگید جنتی یک قاتله، آدمخوار، خون آشامه، که هست، هیچ کس تا الان من ندیدم به من در واقع کوچکترین انتقادی بکنه. ولی اگه این رو در مورد دیکچینی بگیم که 1,000,000 برابر اون جنایت کرده، فریاد و فغان به آسمان میره. این نشانه اینه که ما بخوایم یا نخوایم تحت تأثیر دستگاه‌های ارتباط جمعی غربی، حتی خود من بخوایم، برای اینکه به قدری تسلط داره که چاره ای ما نداریم جز اینکه فکرمون به انحراف کشیده بشه، از خود بیگانه بشه، از واقعیت دور بشه، واقعا دچار بیگانگی با خود بشه. اینا همین جوری به ذهن من میرسه که من میدونم تعداد، حالا بعضیا بیشتر و بعضیا کمتر. بنابراین این یکی از اون مسائله که بنابراین این بحث کاملا منطقی و درسته که باید تکیه رو بر توضیح گرایش های فکری باید بگذاریم، اما در این میان باید نمایندگان چنین فکری هم معرفی بشن. حتی فرضاً راجب دیالکتیک صحبت میکنیم، راجب ماتریالیسم تاریخی که صحبت میکنیم، شما دقت بکنید که فرضاً بزرگان اسمی برن که در یونان قدیم کی نمایندگی چه فکری بوده و بعدش هم توضیح میدن که آیا اینا آدم های خوبی بودن یا بد بودن، به بشریت خدمت کردن یا خدمت نکردن، و حتی گاهی اوقات به اصطلاح حملات جانانه بهشون میکنن.
بنابراین این پیشنهاد عزیزان بسیار بسیار بجاست و من امروز میخواستم با این مقدمه یکی از گرایش ها رو که در واقع در عرض همین 6 ماه گذشته واقعا میشود گفت شکل گرفته در بین گرایش های متعددی که وجود داشته که لااقل در 20 سال اخیر و یا بگیم به ویژه در 10 سال اخیر، یعنی از سال 2001 موقعی که جورج دبلیو بوش و دیک چینی و رمزفلد اومدن و مهار به اصطلاح سیاست خارجی رو به اتفاقی صهیونیستا و نئو کنسرواتیو ها یا به اصطلاح محافظه‌کاران نو در دست گرفتن و بعد از 11 سپتامبر که در واقع سیاست به اصطلاح نظم نوین جهانی رو که تسلط کامل امریکا بر کل جهان در پیش گرفتن به بهانه مبارزه یا جنگ علیه تروریسم بودن، گرایش هایی در بین ایرونیا و فقط ایرونیا نه، در بین عراقی ها، در بین افغان ها، در بین سوریایی ها و سایر این کشورها که اینها در حقیقت از این قضیه جنگ علیه تروریسم استفاده کردن و دولت امریکا رو تشویق کردن به اینکه برن و به اصطلاح دولت‌های این کشورها رو براندازن و که خودشون در واقع قدرت رو از دست داده بودن، از جمله بخشی از سلطنت طلب‌ها در به اصطلاح در خارج و یا مجاهدین که در حقیقت الان بگیم 20 یا 30 ساله که در حقیقت کوشش می‌کنن به هر ترتیبی که شده، به هر قیمتی شده بزنن و به قدرت برسن. و بعدش ما میدونیم بعد از حمله‌ای که امریکا به عراق کرد و با اینکه بمبارانشون کردن ولی رفتن زیر سیطره در حقیقت پنتاگون و از اون موقع امیدشون به این بوده که در حقیقت از طریق به اصطلاح امریکا و ناتو به قدرت برسن به کمک اینها، برای اینکه خودشون در حقیقت به هیچ وجه به اصطلاح پایه‌ای در ایران ندارن که بتونن به قدرت. و از اون موقع به بعد تن به هر نوع جاسوسی و خیانت تا به الان دادن. ملت ما کاملا آگاهن از این قضیه، منتها از اون به بعد و در 6 ماه اخیر گرایش جدیدی پیدا شده که من دلم میخواد امروز راجع به این گرایش جدید صحبت بکنم. و اون از زمانی است که امریکا و ناتو به لیبی حمله کردن و به ویژه از ماه اوت یا آگست و سپتامبر که شهر ترابلس رو گرفتن و معمر قذافی رو به اون شکل که میدونیم کشتن و در نتیجه یک پیروزی در حقیقت امریکا و ناتو به دست آوردن، به این معنا که بدون اینکه زمینگیر بشن مثل افغانستان و عراق که در این دوتا زمینگیر شدن و در اساس پیروزی نداشتن، این رو به عنوان یک پیروزی که با پول خیلی کم و به اصطلاح تلفات خیلی کم به دست آوردن. و از اون موقع به بعد چهره افراد، گرایش ها و گروه هایی که تا اون زمان به طور پنهانی در حقیقت وجود داشته خودشو آشکار کرد. ولی در این حال باید عرض بکنم که فقط این تنها نیست، باعث و بانی بسیار پر اهمیت این قضیه رژیم آدمخوار رژیم جمهوری اسلامی بوده که با سرکوب‌های وحشتناکی که از مردم کرد به ویژه بعد از انتخابات 1388 و واقعاً آدم کشت، تجاوز کرد، به زندان انداخت، شکنجه داد و واقعاً این جنبش رو از روی پوست شهر به زیر پوست شهر کشوند، از اون موقع به بعد هم جامعه بخشیش لااقل دچار یک مقدار افسردگی، سرخوردگی و یا حتی ممکنه گفت ناامیدی، که حالا عرض خواهم کرد که واقعا اینطور نیست. برای اینکه امروز اگر فرصت شد نامه ای رو که یکی از عزیزان که چند ماه در ایران بوده اخیراً و تازه برگشته برای من دیشب نامه ای فرستاده که فوق العاده امید بخشه و واقعا میگه که یک آتش زیر خاکستره. بجز کیا؟ روشنفکرایی که یه زمانی به هر حال صحبتش که میگه روشنفکرا واقعا کاسه از آش داختر در ایران شدن و ما میدونیم که از کیا صحبت میکنه، که اتفاقا من میخوام راجع به همینا صحبت بکنم امروز. بعد از این
اتفاقات که در حقیقت از یک سو سرکوب ها، دزدی ها، اختلاس ها، فساد ها، تورم، سیاست اقتصادی نابودگری که از زمان روی کار اومدن احمدی نژاد به ویژه واقعا از اواخر در واقع به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و به ویژه دور دوم احمدی نژاد به ویژه و بعد از این انتخاباتی که در حقیقت دزدیدن رأی مردم رو و مردم رو سرکوب کردن، این جنبش پر عظمت بی نظیر واقعا نه تنها در تاریخ کشورمون بلکه در تاریخ جهان 3.5 تا 4 میلیون انسان توی خیابون ها اومدن، مجموعه اینها گرایش جدیدی رو به وجود آورده که من میخواستم راجع به این صحبت بکنم. میدانیم که لااقل از سال 2001 با روی کار آمدن جورج دبلیو بوش، فاجعه 11 سپتامبر و اعلام سیاست های اعلام نشده مبنی بر اینکه یا با مایید یا بر ما، اگر بر مایید منتظر مرگ و نابودی باشید، عین بسان نقل به معناست از صحبتهایی که جورج دبلیو بوش بعد از 11 سپتامبر کرد و همه اینها زیر عنوان جنگ علیه تروریسم گرایش های فکری در میان ایرانیان ساکن خارج بود که سرنوشت خود را با این سیاست گره زدن. همینطور که عرض کردم بخشی از سلطنت طلبان، نه همشون ولی مجاهدین از همه بیشتر، ولی اینایی تنها نبودن، در چند ماه و یا بگیم در یکی دو سال اخیر و بعد از انتخابات 1388 یک گروه دیگه از روشنفکرایی که به ویژه مکانشون در خارجه، به ویژه در خارج، در داخل به طور کلی به فضا یه چیز دیگه است. اونهایی که واقعا خواهان حمله نظامی امریکا به ایران هستن معدودی هستن و بسیارشون با نهایت تأسف چپهای بریده هستن که حالا نمیخوام به اصطلاح چیز بکنن که باشون آشنا هستیم خود من شخصا و دریافتن که برای براندازی جمهوری اسلامی و قدرت گیری خودشون میتوانن از این موقعیت استفاده بکنن و از اون موقع واقعا شروع شد به این که به اصطلاح بیان و نه تنها سلطنت طلبها، بخشی از سلطنت طلبها و مجاهدین به کمک صهیونیست های ایرانی و به کمک اسرائیل و صهیونیست های ساکن امریکا که اینا از اون موقع همین جوری مشغول فعالیت بودن. هنگامی که این سیاست در افغانستان پیاده شد و سپس با تشویق و پشتیبانی احمد چلبی و چلبی های عراقی امریکا به عراق نیز حمله کرد، همین گرایش ها که در رأس آنها مجاهدین، بخشی از سلطنت طلبها به همراه صهیونیست های ایرانی ساکن امریکا که مرکزیتشون هم در درجه اول در همین کالیفرنیا است، هر چقدر که به فکر افتادن از این فرصت استفاده کنن تا شاید مانند احمد چلبی، ایاز علاوی، عبدالعزیز حکیم، نوری مالکی و امثالهم پشت سر هواپیماها و تانک های امریکا به قدرت برسن. برنامه‌شون این بوده از اون موقع. در این زمان که همراه با سرکوب‌های شدید در ایران بود و به ویژه سال‌های پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی و دلسردی مردم از کوتاه آمدن‌های او در برابر ارتجاع خونخوار و گسترش شبح یأس و ناامیدی و بعد هم روی کار آمدن احمدی نژاد و قبضه شدن هر سه قوه اجرائیه مقننه و قضایی توسط ارتجاع، چنین فکری در بخشی از جامعه ایران نیز خواهان پیدا کرد. ببینیم اینا این گرایش جدیدی که پیدا شده و الان علمدار این داستان شده که آره امریکا و ناتو میتونه در واقع دخالت بشر دوستانه بکنه در ایران از نوع لیبی و اسم خودشون هم گذاشتن مخالفین فعال جنگ. و عزیزان عرض بکنم که شعارهایی که اینها انتخاب کردن این شعارهای پنتاگونه، یعنی در حقیقت از پنتاگون و صهیونیستا در حقیقت یعنی هارترین جناح راست در امریکا اینا دارن پیروی میکنن، برای اینکه پنتاگون و بسا کاخ سفید کاملا مخالف جنگه و مخالف فعال جنگه. اما فقط یه اما میذاره، اینا هم یه اما میذارن. عزیزان دقت بکنن و ما باید در نوشته ها، بیانیه ها و گفته های اینها دقت بکنیم که اینها به چه شرطی مخالف فعال جنگ هستند. به شرط ها و شروط ها. و اون اینه که عبارت از اینه که ما کاملا مخالف فعال جنگیم ولی
اگر فرزند جمهوری اسلامی سرکوب کرد مردم رو و مردم هم ناتوان از این هستن که از خودشون دفاع بکنن، بنابراین پلیس جهانی که عبارت از امریکا و ناتو باشه باید دخالت بکنن. و مردم ایران رو حالا برای عزیزان میخونم که اینها رو در دو مقاله بسیار پر اهمیت و مفصل آقای اکبر گنجی به نظر من که الان در برابر اینها ایستاده با تمام قوا و با رشادت هرچه تمام در، عزیزان باید این دوتا مقاله شو بخونن، یکی در رادیو زمانه زیر عنوان مرد ستمگر، زن ناتوان و امریکای نجات بخش، که اینا دقیقا میگن جمهوری اسلامی مرد ستمگره، مردم ایران زن ناتوانی هستن و امریکای نجات بخش باید بیاد نجاتشون بده. تئوریشون اینه. مقاله مفصلیه که در رادیو زمانه آقای اکبر گنجی به چاپ رسوندن که باید خونده بشه و من امروز اگر فرصت بکنم بخشهایش رو برای عزیزان میخونم. مقاله دیگه ایشون که در روز آنلاین اومده، امریکا و اپوزیسیون سازی برای دولت یاغی، عزیزان این دوتا رو، این دوتا مقاله رو باید بخونم که اگر من رسیدم برای عزیزان اینها رو باز میکنم. منتها من برای باز کردن این نوع اپوزیسیون که به تازگی در واقع پیدا شده یا خودشو نشون داده، میخواستم یه مقدار بخشی از وجوه اینها رو باز بکنم برای اینکه این گرایش باز بشه. ما برای بالا بردن آگاهیمون باید ببینیم این گرایش ها آبشخورشون کجاست، ریشه هاشون کجاست، چی میگن و اهدافشون چیه. خصوصیات کلی این گرایش به خصوص چی هست؟ که همینطور که عرض کردم پایگاهشون و تئوریسین هاشون در خارجن و ما میدونیم لااقل دو نفرشون به طور مشخص اخیراً یا در ماه‌های اخیر بحثی رو آغاز کردن راجع به این که استقلال دیگه معناشو از دست داده. یکی از این افراد در واشنگتن بود که الان دیگه با ما نیست و یکی دیگه شون ما میدونیم ساکن جنوب کالیفرنیا در همسایگی ما تشریف دارن. اینا باید شناخته بشن و ریشه های فکریشون باید آشکار بشه. بنابراین اولین چیزی رو که اینا مطرح کردن این که امپریالیسم وجود ندارد و اگر هم روزی وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی تغییر ماهیت داده و در اساس این فکر رو از کجا گرفتن؟ در واقع این فکر رو از آنتونیو نگری گرفتن که اونم یه چپ بریده است. عزیزان من بارها آنتونیو نگری رو که به اتفاق آقای مایکل هارت که به دلیل به حساب چاپ کتابشون در سال 2000 آقای مایکل هارت در واقع یه پست خیلی نون و آبدار در دانشگاه دوک در نورت کارولاینا بهش دادن و آقای آنتونیو نگری هم که به 17 یا 15 سال حبس در حقیقت محکوم بود عفوش کردن و الان به خیر خوبی در ایتالیا زندگی میکنه و ایشون جز گاردهای سرخ در دهه 1970 یعنی از اون چپهای سه آتشه اون زمان و الان واقعا یک چپ بریده سه آتشه شده. اینا کم نیستن عزیزان، فکر نکنن که موقعی که ما صحبت از چپ بریده میکنیم فقط مخصوص ایرانه. به هیچ وجه در امریکای لاتین ورگایوسا عزیزان ببینن که چه چپی بود یه زمانی و بعدش ببینید چه دست راستی وحشتناکی شد و غیره و غیره. حالا نمیخوام بسیار، من بارها و بارها از دانیل بل گرفته که یه زمانی یه تروسکیست بوده، از سیدنی هوک گرفته که یه زمانی یک مارکسیست سه آتشه بوده، از اروین کریستول که واقعا از اون تروتسکیس های دهه 1920 و 1930 بوده که الان در رأس واقعا نئوکنسرواتیو ها و پسرش ویلیام کریستول که در حقیقت ویکلی استاندارد رو در میاره، اینا در حقیقت تئوریسین های اصلی نئوکنسرواتیو ها هستن. اینا همشون تروتسکیست های دهه 1920 و 1930 هستن. ما فکر نکنیم چپ بریده فقط مخصوص ایرانه، به هیچ وجه. اینا آدم های گند. دانیل بل کسی که استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد بود و به اصطلاح هم پایان ایدئولوژی رو نوشت و هم عصر به اصطلاح
ظهور عصر به اسلام ما بعد صنعتی رو نوشت و غیره و غیره. حالا اینها چیزشون رو که امپریالیسم دیگه وجود نداره از خودشون که نیست، از آنتونیو نگری گرفتن. و عزیزان اینجا من میخواستم یه اشاره‌ای بکنم که بعضی از روشنفکرای ما واقعا خودشون نمیتونن رو پای خودشون بایستن و خودشون استقلال ندارن. برای اینکه این فکر رو به محضی که یه فکری در خارج در حقیقت گسترش پیدا کرد بلا فاصله میگیرنش. یه زمانی پست مدرنیسم بود، یه زمانی جامعه پساصنعتی بود، یه زمانی عرض شود که پایان تاریخ بود مال فرانسیس فوکویاما بود، و حالا آنتونیو نگری که دو تا کتاب، یکی امپایر نوشته سال 2000 و یکی دیگه عرض شود که حالا اخیراً مالتیتود، که من هفته گذشته راجع به این داستان مالتیتود که در حقیقت آنتونیو نگری عقیدش اینه که نه امپریالیسم دیگه وجود داره و نه طبقه کارگری وجود داره، به جای امپریالیسم ما یه امپایر داریم که پولهای سیالیان که دنبال سود مشروعشون در همه جای دنیا میرن و رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداره. امریکا رابطهش فرزن با عراق رابطه سلطه و تابعیت، با افغانستان و آقای کارزای رابطه سلطه و تابعیت، خیر، کاملا یه رابطه برابر و برادر و کاملا دوستیه. با اندونزی، با پاکستان، با اینا رابطه سلطه و تابعیت نیست. یا با شیوخ عرب جنوب خلیج فارس رابطه سلطه و تابعیت ابدا. و بعدش هم طبقه کارگری وجود نداره، عوضش یه انبوهه وجود داره که اصلا معلوم نیست چی هن. و هیچ به اصطلاح در صدد این نیستن که واقعا قدرت رو از اقلیت بگیرن و به دست اکثریت بسپرن. هدفش اینه. اینا با وجود آن که مثلا عزیزان دقت بکنن که فرزان خود دانیل بل که جامعه پساصنعتی رو مطرح کرد در سال 1974، بعد از مدتی، من اینا رو تو نوشته هام آوردم، تو نیویورک تایمز پس گرفت صحبتشو، که در اون زمان به اصطلاح گفت طبقه کارگری دیگه وجود نداره، به اصطلاح علم و دانش اومده جای طبقه کارگر و کار رو گرفته، که این رو از یورگن هابرماس گرفته بود. بعد خودش فساد کنار گذاشت. ولی مگه روشنفکرای ما میذارن کنار اینو؟ یا مثلا فرانسیس فوکویاما سرش انداخت پایین و گفت بابا من غلط کردم، ولی مگه اینا گوش میکنن؟ و حتی حالا آخرینشو که آنتونیو نگری باشه، فرزند پست مدرنیست دیگه از که مرکزش در فرانسه بوده، اینتלקچوالای فرانسه که در واقع در ماه مه 1968 شکست خوردن، رفتن به حساب پسا مدرنیسم و پسا ساختارگرایی و پسا همینجوری پسا مارکسیسم و همه اینا رو علم کردن. روشنفکری، بخش از روشنفکرای ما اینا رو گرفتن و ولکنش نیستن، با اینکه فرانسوی‌ها و فلاسفه فرانسه دیگه ولش کردن. آنتونیو نگری کتابش سال 2000 بیرون اومد، قبل از 11 سپتامبر بود، و الان حرفشو پس گرفته. ولی مگه روشنفکرای ما پس میگیرن؟ یعنی در حقیقت کاسه های داختر از آشن. و این پدیده فوق العاده ناراحت کننده و در این حال جالبیه که ما ببینیم بعد از در واقع بعضی از روشنفکرها تو چه باقی سیر میکنن. و اینا خصوصیاتیه که شناخته شده است، که به اصطلاح عزیزان میدونن در یک گام به پیش دو گام به پس. حالا ما هرچی که راجع به لنین بگیم، ولی اونجا مسئله ای رو مطرح میکنه که خصوصیات روشنفکرها رو باز میکنه که چطور فرزن کارگرها قدرتشون رو در جمع میبینن، روشنفکرها در فرد میبینن به دلیل زندگی خاصشونه. و بنابراین روشنفکر اگر بخواد واقعا با مردم بمونه، احتیاج به تفکر داره، احتیاج به زحمت داره، احتیاج به علاقه به مردم داره. در اساس اینها بنابراین یکی از خصوصیات این گرایش فکری، از موضوع به اصطلاح خارج نشیم، این گرایش فکری یکی از خصوصیاتش اینه که در حقیقت مسئله استقلال رو ما یادمون باشه از چندی پیش زیر سوال بود. این آغاز کار بود، این بنیان فکری این رو میخواست بذاره برای اینکه بعداً توجیه بکنه
دخالت بشر دوستانه یعنی حمله نظامی به ایران رو. بنابراین بر این پایه مسئله استقلال یعنی حق حاکمیت کشورها، ملل و انسانها رو زیر سوال میبرن. اینا فقط مسئله استقلال کشورها نیست، استقلال ملل و استقلال انسانها. یعنی چه؟ یعنی سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور یا یک ملت باید به غیر سپرده بشه. کاملا همینطوره. سرنوشت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ما رو عزیزان به مکزیک نگاه بکنن. عزیزانی که در مکزیک همین اخیراً از مکزیک اومدن، ببینن چه بر سر این کشور رفته از زمانی که قانون نفتا وضع شده. این کشور به نابودی کشیده شده. سرنوشت این کشورها رو ما باید یاد بگیریم ازش. به افغانستان نگاه بکنین. به مکزیک حمله نکردن. حملهشون نظامی نیست. حملهشون اقتصادیه، سیاسیه، فرهنگیه، اجتماعیه. به السالوادور عزیزان نگاه کنن. به هندوراس نگاه کنن که کودتا کردن درش. به هائیتی نگاه بکنن. آیا اینها درس میگیرن از این کشورها؟ بنابراین اینا اعتقاد به حق حاکمیت کشورها ندارن. و این غیر کیست و چیست؟ تاریخ کشورمان را بررسی بکنیم. آیا منافع این غیر با منافع ملت ایران خانایی داره؟ باز به تاریخ کشورمان نگاه کنیم. بی جهت نیست که اینان تمام کوشش خود را در سالهای اخیر صرف تجلیل از وثوق الدوله ها، قوام السلطنه ها، هویداها، علی دشتی ها و خاندان پهلوی کرده. صدها هزار دلار و میلیون ها دلار گرانت یعنی پول به اینا میدن برای اینکه برن این کتابا رو بنویسن، بیان در برنامه های تلویزیونی تجلیل بکنن از خاندان پهلوی، از هویدا، از وثوق الدوله ها، از قوام السلطنه ها، از علی دشتی ها. و کودتای 28 مرداد رو همین ها یا به گردن دکتر مصدق یا مردم ایران و یا آخوندا می اندازن و کتاب می نویسن راجع به این که ما چگونه ما شدیم. ما فکر نکنیم که این کتاب هایی که به چاپ رسیده و به چاپ 13، 14، 15ش رسیده از دهه 1370 مقدمات اینا بوده. عزیزان باید بدونن اینا مقدمات تئوریک داره، کار میکنن، پول دارن، بهشون کمک میشه، کتاباشون در ایران چاپ میشه. ما چگونه ما شدیم؟ چگونه غرب پیش رفت و ما چگونه عقب افتادیم؟ و یا جامعه شناسی خودمانی می‌نویسن با این هدف که تاریخ دردناک 200 ساله کشورمون و دلایل عقب ماندگیش رو به گردن فرهنگ منحط مردم ایران که در واقع فرهنگ خودشونه. و عزیزان عرض بکنم من دنبال کردم تمام اونهایی رو که تمام این صفات زشت رو به ملت ایران نسبت میدن. اینا در حقیقت از نظر روانشناسی باید تحلیل بشه که اینا کیان. اینا در حقیقت از نظر روانشناسی نبش میگن پروجکشن یعنی فرافکنی. در حقیقت اینا خلقیات و شخصیت خودشون رو به تمام ملت ایران نسبت میدن. اینو بهش میگن پروجکشن که ترجمه شده اینطور که معلومه به فرافکنی، یعنی تو یه چیزی رو که خودت هستی نسبت به دیگران بدی، به تمام یه ملت بدی. اینا دوست ملت ما نیستن. یا به فرهنگ منحط مردم ایران اینو نسبت میدن عقب ماندگی ما رو، یا اقلیم ایران، کم بارانی، خشکسالی، نبودن آب به اندازه کافی و غیره و غیره، کم بارانی، شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، خلقیات ذاتی و عقب مانده شرقی، اسلام،
اما در اساس آنچه شرم دارن بیان بکنن به نظر من عبارت از این است که برتری نژادی سفیدپوستا است. اینا روشون نمیشه و تبدیلش میکنن به مخصوصا بعضیاشون، اون فیلسوف معروفی که میگه ایرونیا قدرت پرسیدن و اندیشیدن ندارن و عوضش تمام به اساس صفات و خلقیات خوب رو در واقع به اروپایی ها به اصلا نسبت میده. اینا نجات پرستن، اینا در حقیقت منطقه روشون نمیشه. پس این یکی از خصوصیاتشونه که در حقیقت مسئله استقلال رو و وجود امپریالیزم رو زیر سوال بردن. این مقدمه همینه. دو، اما به نظر من مهمترین خصوصیت اینان بی اعتمادی آنها به مردمه. این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه عزیزان. من چون به هر حال حالا چند دهه است که با بخش وسیعی از روشنفکرها سر کار داشتم، چه در زندان و چه در بیرون زندان، و به اصطلاح برای من به ویژه نظر روانشناسی واقعا مطرح بوده که انگیزه اینا چی بوده که مثلا وارد جنبش شدن و فرضاً به یکی از سازمان‌ها، گروه‌ها و احزاب پیوستن. آیا واقعاً برای مردم و به خاطر مردم بوده؟ و یا نه انگیزه های دیگه ای داشتن؟ به ویژه در زمان شاه که انواع و اقسام سرکوب‌های سیاسی وجود داشت و کسی نطق می‌کشید می‌بایست به اصطلاح زندان بره یا شکنجه بشه و کسی، حالا هرچی ما میخواییم راجع به این جمهوری اسلامی بگیم، فرضاً کتابایی که الان چاپ میشه سلطنت طلبا باید به یاد بیارن، هر کدوم از پاراگرافاش 3 سال زندان داشته در زمان شاه. کلی عقده در نسل جوان ما بوده. خود من به اصطلاح در اون زمان زندگی کردم و میدونم از هر جهت، از جهت هنری، از جهت ورزشی، از جهت ارتباط دختر و پسر، از جهت سیاسی، از هر جهت که کسی میخواست رشد بکنه سرکوب میشد. زیر دماغ آخوندا به دلیل به اصطلاح یه حکومت ملوک و طوایفی که وجود داره مردم از این قضیه استفاده کردن، کلی به اصطلاح استعداداشون رو رشد داده. در زمان شاه به دلیل سرکوب متمرکز مگه امکان این وجود داشت؟ در نتیجه موقعی که یه کسی یه جزوه به دستش میرسید که یه مقدار چیزای گنده گفته بود و فرق داشت، به طور به اصطلاح پنهانی به دستش میرسید، آتش به جونه یه جوان زده میشد و تمام. حالا این رو میخوام عرض بکنم که باید دید ریشه این بی‌اعتمادی چیست. به نظر من خصوصیت دوم این گرایشی که دارم صحبتشو میکنم بی‌اعتمادی به مردمه، که حالا من نقل قول میکنم از آقای اکبر گنجی که میگه چطور ملت ایران رو اینا به یه زن ناتوان که یک به اصطلاح شوهر قلدر میزنه تو سرش، به ملت ایران به عنوان یه زن ناتوان نگاه میکنن. در حقیقت این یک نوع فرافکنیه، برای که خودشون یه زن ناتوان هستن که واقعا تسلیم به اصطلاح قدرت‌های جهانی شدن. ضعف شخصیتی خود اینهاست. باید دید ریشه این بی‌اعتمادی چیست. یک، فردگرایی که از خصوصیات روشنفکره. به طور کلی روشنفکر چون زندگیش یه زندگی فردیه، یا پشت کامپیوتر نشسته یا تو کتابه یا تو کتابخونه است یا و خلاصه کارش کار فردیه. الان البته تغییر داره میکنه توی دانشگاه‌ها، توی مدارس، توی ادارات و غیره و غیره تغییر میکنه، و یا به اصطلاح یه کسی که نرسه، یه کسی که معلمه، با دیگران سر کار داره و واقعا بخشی از طبقه، ولی اونهایی که کارگرای صنعتی هستن با جمع سر کار دارن، به سندیگاهشون وابستن، خلاصه به جمع وابستن، یعنی فکرشون یک فکر جمعیه. روشنفکر به طور کلی به حساب فردگراست. در مجموع کارگران قدرت خود را در جمع میبینن، روشنفکران در فرد. پس این یکیه. به قدرت طلبی و رهبری طلبی، این رو من کاملا در حقیقت شاهدش بودم، ناظرش بودم، باهاش تجربه دارم
و میدونم که به اصطلاح با صدها نفر از عزیزانی که انسانهای شریفی هم هستن که در زندان بودن و آدم موقعی که دقت میکنه در انگیزه ها که چی بوده و چرا حالا یک باره به اصطلاح 180 درجه تغییر کردن و یه دفعه به اصطلاح دیگه نه امپریالیزمی وجود داره و بعدش امریکا شده به اصطلاح میخواد دموکراسی به کشور ما از طریق بمب ها و موشک هاش بیاره و غیره و غیره. چطور یک چنین تغییر 180 درجه ای دادن؟ قدرت طلبی و رهبری طلبی. عرض شود که حالا اینا میخوان چپ ها باشن، چه اصلاح طلب ها باشن و یا ملیون، یعنی چپ های بریده، اصلاح طلب های بریده و ملیون بریده که الان ما تعداد زیادی از این بریده ها داریم که در خارج متمرکز شدن و در حقیقت همشون تقریبا متفق القول و زیر این بیانیه ها را امضا میکنن و میخوان به اصطلاح دخالت بشر دوستانه امریکا و ناتو در کشور ما بکنه. دلیل این چیه واقعا؟ و الان من دارم در واقع عزیزانی که در ایران هستن لااقل بخشی از اصلاح طلبا رو از نزدیک باشون سر کار داشتن، بنابراین شناخت دقیق تری ازشون داشتن، ولی الان که در خارج هستن ما بهتر داریم میشناسیمشون. ولی چپ ها رو که خود من باشون سر کار داشتم، اینایی که در گروه ها، سازمان ها و احزاب بودن، واقعا هدفشون چی بوده؟ هدفشون قدرتگیری بوده. یعنی در حقیقت یه فردی که میومد به یه گروه یا به حزب یا به سازمان میپیوست و میپیونده، هدف غایش چیه؟ گرفتن قدرت سیاسیه. و در نتیجه موقعی که شما فعال باشی، جز کادرها بشی و یا بعدش جز رهبری بشی، امید اینو داری که در آینده در رأس قدرت قرار بگیری و بعدش از قبل این قدرتگیری به مقام و حتی به ثروت برسی. اینا چیزایی که در پشت مغزه روشنفکر کاملا به اصطلاح خلجان داره و به اصطلاح حرکت میکنه و به اصطلاح دائم ممکنه به روش نیاره یه روشنفکر، ولی هست اینا. یعنی هم مسئله قدرت و هم مسئله مقام و هم مسئله ثروت. برای بعضی ها البته به نظر من ثروت مهم نیست. فرضاً خمینی ثروت براش مهم نبود، قدرت براش مهم. شاه هم ثروت میخواست هم قدرت میخواست، هر دوش. در بین بسان نیروهای سیاسی هم همینطوره. یعنی در حقیقت انگیزه، و به همین دلیله موقعی که اون وقت میبینن که شوروی از هم فرو پاشید، که در حقیقت خیلی هاشون امید اینو داشتن که با کمک اون به قدرت برسن، این یک مثلا زیر پاشون از یه جهتی خالی شد، و از طرف دیگه هم سازمان یا گروه یا حزبشون در حقیقت رهبرانش اومدن خارج و الان یه زندگی نسبتاً مرفه داشتن، اینا رو گذاشتن به اصطلاح یا دم تیغه به اصطلاح رژیم دادنشون و یا ولشون کردن، به اصطلاح سردمشنشون رو به اصطلاح سردمش نامعلومی دوچارشون کردن. در نتیجه اینا، و اینا رو واقعا الان که با عزیزان صحبت میکنم، افراد مشخصی الان تو ذهن من هستن، کینه عظیمی نه تنها نسبت به سازمانشون یا حزبشون یا گروهشون پیدا کردن، به فکر سوسیالیسم و من غیر مستقیم به مردم، در حقیقت نسبت به مردم بدبین شدن، بی اعتماد شدن، و در نتیجه همه کاسه کوزه ها رو الان روی فرهنگ مردم، اسلام، مذهبی بودنشون، عقب مونده بودنشون، ناآگاهیشون، یه گله‌ای که دنبال خمینی افتادن و همسال هم میندازن. بی‌اعتمادی نسبت به مردمه. بنابراین میخوام عرض بکنم که گرایش‌ها از کجا سرچشمه میگیره. جیم شخصیت افراده. عامل دیگه به نظر من شخصیت افراده. کسی که خودش استقلال فردی نداره و توان ایستادن روی پای خود، استقلال دیگران و استقلال کشور را هم براشون ارزش قائل نیست. کسی که فرضاً خودش رو مارکسیست میدونه ولی یه سلسله به اصطلاح چیزهای فوق‌العاده پراکنده از این طرف و اون طرف به گوشش خورده، جزوه‌ای بهش دادن، کتابچه‌ای بهش دادن، از به اصطلاح چیز به اصطلاح منابع دست دوم و سوم و چهارم و پنجم به دستش رسیده و بعدش اصلا نمیدونه داستان چیه، یک دفعه به اصطلاح
گروهش یا سازمانش یا حزبش هم از هم متلاشی میشه، این به ساعت چیزش از دست میده و در نتیجه خودش نمیتونسته رو پای خودش بیسته و در اساس بسیاری از سازمان ها و گروه ها و احزاب اعضاشون رو اینطور تربیت کرده بودن، متاسفانه وابسته و بدون استقلال فکری، بدون اینکه بتونن روی پای خودشون بیستن. این فرهنگ باید عوض بشه که خوشبختانه نسل جوان ایران کاملا با این فرهنگ داره به اصطلاح خودش رو از این فرهنگ داره رها میکنه و هر کدومشون یک رسانه میشن و هر خانه یک قبله داره میشه و واقعا این یک چیز عظیمه واقعا. بنابراین شخصیت افراد فوق‌العاده نقش داره. دال شکی نیست که در این میان هستن کسانی که کاملا تسلیم دشمن شدن و به خاطر ارتقاء مقام، پول، گرفتن کارت سبز یا پاسپورت امریکایی و غیره تن به هر چیز میدهن و حتی وقیحانه میتونن پاسپورت امریکاییشون رو به رخ ما بکشن. اینا دیگه اون پایین پایینیان واقعا که در واقع تسلیم کامل شدن و بسا هیچ استقلالی از خودشون ندارن. عزیزان دیدن که چطور بعضی هاشون پاسپورت امریکاییشون رو به رخ بنده کشیدن. اینا دیگه خیلی در سطح فوق العاده پایینی قرار دارن. بنابراین ما این گرایش خاص رو که الان بیانیه میده و به عزیزان عرض بکنم که و این مایه ناراحتی آدمه که این بیانیه ها رو افراد خاصی تهیه میکنن با اهداف سیاسی خاصی. چه کسایی رو اون زیر امضا میکنن؟ بسیاری هستن که واقعا عواقب و پیامدهای یک چنین چیزی رو کاملا متوجه نیستن یا میخوان اسمشون مطرح بشه. چندین نفر از اینا رو من میشناسم که شما از این ور یه بیانیه بدید که خیر نباید جنگ بشه، زیرشو امضا میکن. از اونور بگید دخالت بشر دوستانه باید بشه، بازم امضا میکنن. باید ایران ویران بشه، زیرشو بازم امضا میخوان. اسمشون مطرح بشه، نمیخوام اسم ببرم ولی عزیزان دقت بکنن. بعضیای دیگه هم به هر حال این بیانیه ها براشون فرستاده میشه و میگن خب متنشو بدین که با دقت بخونن، امضاشون اون زیر میذارن. منتها بعضیا نه، آگاهانه این کار رو میکنن و به نظر من ضربه هم به خودشون و به اعتبار خودشون میزنن و همین که عرض شود که اینا. حالا این مختصری بود از این گرایش خاص که علاوه بر یک بخش از سلطنت طلبها و مجاهدین و سکولارهای نو و اونایی که میخوان آلترناتیو در خارج درست بکنن، اینم یه گرایشه که یک بخش، من یادم رفت عرض بکنم که حالا یک بخش از اصلاح طلبا که در خارج اومدن و اصلاح طلب بریده، من اسمشونو میذارم، اینا هم همینطور الان مشخصه که برای گرفتن و زدن گرفتن قدرت بوده و الان که میبینن رژیم همینجوری نمیفته و به ساعت جنبش رو که خودشون رو بخشی از این جنبش میدونستن سرکوب شده و فعلا تا حدی به اصلاح به ظاهر فروکش کرده، یه دفعه میگن که به اصلاح چیزه، بنابراین میان و متوسل به نیروی خارجی میشن. بنابراین برخلاف آنچه که بعضیا به اشتباه به خطا اینها رو گفتن اصلاح طلب حکومتی، اتفاقا به نظر من اینا اصلاح طلبای امریکایی صهیونیستی هستن. بنابراین این را هم باید چیز بکنیم، فقط چپهای بریده یا ملیون بریده نیستن، اصلاح طلب بریده هم ما داریم که میان و به این جرگه در حقیقت میپیوندن و اینها رو و این گرایش رو ما باید با دقت بشناسیم، مواظب بیانیه هاشون باشیم، باید ببینیم در لابلای بیانیه ها و گفته هاشون که فرضاً یه بیانیه همین شورای عرشبت که چیز هماهنگی داد یه پاراگراف گذاشته بود که آره امپریالیسم دیگه وجود نداره و اگر هم داشته دیگه تغییر ماهیت داده و غیره و غیره. ما باید مثلا این حروف ریز و این جملات و چیزاشون رو با دقت باید بخونیم و ببینیم اهداف اینها چیه. اخیراً اینها عرض شد که بیانیه‌ای دادن که
صحبت از این میکنن که ما محکوم میکنیم هر چبت که چیزی رو که به اصطلاح دانشمندان اتمی رو که در ایران کشته میشن. منتها عزیزان این بیانیه رو بخونن که ببینن گناه اصلی رو به گردن کی میندازن؟ به گردن اربابشون؟ ابدا. آیا اسرائیل این کار کرده؟ ابدا. این رژیم جمهوری اسلامیه که هم دانشمندان اتمی رو میکشه، هم به اصطلاح برنامه اتمی داره که میخواد بمب اتم بسازه و غیره و غیره. من میخواستم بخشی از مقاله‌ای رو که آقای داریوش محمدپور در سایت جرس چاپ شده برای عزیزان بخونم که این بسیار مایه خوشحالیه که سایت جرس چنین مقاله‌ای رو چاپ کرده و ما باید تشویق بکنیم گردانندگان سایت جرس رو که این مقالات رو هم چاپ بکنن، گرچه از حمله ناتو به لیبی دفاع کردن، گرچه از حمله امریکا به سوریه دفاع کردن و میکنن، ولی ما باید تشویقشون بکنیم که نظر مخالف رو هم چاپ بکنن. و یا مقاله آقای هوان کول رو چاپ کردن و ده ها و صد ها مقاله دیگه که در حقیقت میگفت این یک جنایت حمله به لیبی، چاپ نکردن، ولی الان مایه خوشحالیه و من بخش هایی از مقاله آقای داریوش محمدپور رو برای عزیزان میخونم. و این جوابیست به بیانیه اخیری از همونایی که خودشون رو مخالفین فعال جنگ اسم گذاشتن ولی موافق با دخالت بشردوستانه امریکا یعنی حمله نظامی به ایران هستن و ریاکارانه میگن که ما مخالف فعال جنگ هستیم، مثل پنتاگون که میگه ما مخالف فعال جنگ هستیم ولی مجبوریم، ببینید دارن بمب اتم میسازن، ببینید سلاح کشتار جمعی داره، ببینید 6000 نفر رو در بنغازی میخواسته بکشه، مجبوریم ما دخالت بشردوستانه بکنیم ولی مخالف فعال جنگی. پنتاگون اینه میگه و صهیونیستا. بنابراین ما اینا رو باید بشناسیم. برنامه هسته‌ای ایران و تمام جنجال‌هایی که بر سر آن برپا شده و گویا همین برنامه است که بهانه اصلی تمام تحریم‌ها علیه ایران معرفی می‌شوند، در همین بیانیه معرفی می‌شوند، به باور من مسئله ایست ساختگی. به تعبیر دقیق‌تر برنامه هسته‌ای ایران حتی در صورتی که در بدترین وضعیت منجر به ساخت سلاح هسته‌ای بشود، که رئیس سابق موساد اینو گفته که واقعا حتی ایران اگر سلاح هسته‌ای هم بسازه که 20 ساله دارن میگن که فردا، پس فردا، 6 ماه آینده، 1 سال آینده بمب اتمی ایران خواهد داشت، 20 ساله دارن اینو میگن، چیزی بیشتر از شبه مسئله نیست. که در حقیقت در این بیانیه اخیری که همین طرفداران دخالت بشر دوستانه بیرون دادن و 200 چند نفر هم امضاش کردن، مسئله شون در اساس اینه که مسئله هسته‌ای ایرانه و میگه که بعد غنی‌سازی رو به حساب متوقف بکنه. اگر غنی‌سازی رو متوقف کرد ایران، تمام مسئله حله و دیگه صلح برپا میشه. بنابراین به اسم مقصر اصلی جمهوری اسلامی که میخواد بمب اتم بسازه و به طور کلی به اصطلاح داره نه تنها بمب اتم بسازه، یه داره غنی سازی میکنه. ریاکاری حد و مرز نمیشناسه. حالا اگه رسیدم تاریخ تمام این را عرض خواهم کرد که چطور برنامه از پادر آوردن جمهوری اسلامی و بر سر کار آورده که باید از پادر بیاد، باید ملت ایران از پادرش بیارن، ولی جایگزینشو چی میخوان بذارن؟ چی کشیو میخوان به جاش بذارن؟ ملت ایران چی میخوان به جاش باشه؟ و این افراد وابسته و ستون پنجم امپریالیزم چه آلترناتیوی دارن؟ یک شبه هرچود که چیزی بیش از یک شبه مسئله نیست. لذا برجسته کردن برنامه هسته‌ای ایران و مانور دادن مرتب روی آن هم دور زدن اصل قضیه است و هم منحرف کردن آگاهانه یا ناآگاهانه توجه مخاطب از اصل قضیه
به نکته ای فرعی که آرام آرام داید جای مسئله اصلی را میگیرد. درست این چیزیه که به اصطلاح امریکا و پنتاگون و صهیونیست‌ها و دولت اسرائیل میخوان که شما یک مسئله فرعی رو تبدیل به یک مسئله اصلیش بکنید. مسئله اینا واقعا با ایران مسئله هسته‌ایشه، بمب اتمیه، خطر اینه یا داستان اصلا چیز دیگه ایه. ما بدون اینکه بخواهیم به سوی توجیه برنامه هسته‌ای ایران برویم که ما به هیچ وجه نمیخوایم توجیهش بکنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که مخالفت با جمهوری اسلامی که ما هممون هستیم دلیل عقلی، اخلاقی و سیاسی، چه استراتژیک و چه تاکتیکی، برای همراهی با دشمن جمهوری اسلامی نیست. زمین بازی ما زمین دشمن جمهوری اسلامی، آن هم بر مبنای برجسته کردن برنامه هسته‌ای ایران نیست. چه با برنامه هسته‌ای ایران موافق باشیم چه مخالف، که میتونیم مخالف باشیم. ما این، چون نظر خودم رو در حقیقت این کاملا منعکس میکنه، میخوام به عزیزان عرض بکنم که ما از چه موضعی باید حرکت کنیم در این زمینه. برای اینکه بسیاری از اونهایی که واقعا ستون پنجم امپریالیسم هستن، مسئله هسته‌ای رو مسئله اصلی به اصطلاح امریکا با ایران میدونن. نمیدونن که امریکا از سال 1992، همینطور که عرض کردم، اگر شد الان به اصطلاح چیزیشو میارم، ما از موضع سیاسی و اخلاقی خودمون حرکت میکنیم، فارغ از این که امریکا این موضع را بپسندد یا نپسندد. اگر این موضع خردمندانه و مبتنی بر عزت مردم ایران و منافع ملی باشد، هیچ اهمیت ندارد که امریکا یا اسرائیل آن را تأیید بکنند یا تخطئه بکنند. محور و معیار ما مردم ایرانند و منافع مردم ایران و نه حاکمیت سیاسی و قدرت مسلط بر ایران. ما موضع دقیق خودمون رو در این زمینه باید بیان بکنیم و به نظر من این یکی از دقیق ترین مواضع و بسیار مایه خوشحالیه که جرس، امیدواریم از این مقاله لااقل گردانندگان جرس و بخشی از این اصلاح طلبا که در خارج هستن درس بگیرن که این طور زیر سیطره امپریالیسم نرن. و این نکته امروز بیش از پیش روشن شده است که میان مردم و نظام سیاسی شکاف افتاده. بیش از 90% از مردم این رژیم رو نمیخوان، ولی این دلیل نمیشه که ما به جای تکیه بر مردم ایران تکیه بر نیروی خارجی و غیر بکنیم و سرنوشت کشورمون رو از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به دشمنان تاریخی خودمون بسپاریم و مشتی دست نشانده رو اینها به جای جمهوری اسلامی بیارن، همینطور که در عراق و افغانستان و لیبی این کار کردن و کشور ما رو به نابودی بکشن. در این وقت باقی مونده من نمیرسم و اصلا نمیرسم که بخشایی از هر سبت که فقط این پاراگراف رو میخونم. مخالفت ما با جمهوری اسلامی که هستیم، ما رو تبدیل به متحد طبیعی امریکا نمی کنن. و امریکا که میگیم یعنی دولت امریکا، یعنی 1% و نه 99%. ما متحد 99% پایینیم در ملت امریکا. درست به عکس، در این اعتراض به نقض اولیه حقوق بشر در ایران که باید بکنیم با تمام قوا و در این حفظ مخالفت با تمام بیدادی که بر مردم ایران می رود، عزیزان اخبار رو بخونم، چطور روزنامه نگارا رو میگیرن، چطور در زندان ها شکنجه و اعدام و امثال هم ادامه داره و سرکوب ها. همچنان میتوانیم منتقد سیاست های امریکا و اسرائیل در قبال ایران و منافع ملی و مردم ایران رو باقی بمانیم. ما از منافع ملت ایران باید دفاع بکنیم و هیچ ضرورتی ندارد از فرط استیصال به دامان امریکا، یعنی دولت امریکا، پناه ببریم، سیاست های امریکا را توجیه بکنیم و تقصیر آن را فقط به گردن سیاستمداران بیکفایت و خودکامه ایرانی بیندازیم. جوابی به اینهایی به همین بیانیه اخیر این آقایان
بنابراین من میخواستم یکی دوتا مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم. سایتی هست که به اصطلاح تیوی هم داره، Global Research که در کاناداست و یکی از عزیزانی که لطف میکنه و تمام بیشتر مقالات اینا رو برای من میفرسته. یکی از این مقالات که براستی مقاله ارزشمندیه، در 20 ژوئن 2011 نوشته شده. میخواستم برم یه مقدار باقی مانده یه وقت که در حدود نیم ساعته، آیا واقعا مسئله هسته‌ای ایرانه که اینها ما رو گیر دادن و میخوان ما رو سرگرم بکنن و میخوان ذهن ما رو منحرف بکنن، که بعضی از این روشنفکران منحرف شدن و در بیانیه‌هاشون دقیقاً نقش واقعا ستون پنجم رو بازی میکنن و میخوان اونا هم به انحراف فکری ما کمک بکنن؟ واقعا مسئله هسته‌ای ایرانه؟ اینطور نیست. این مقاله مقاله‌ای که خودش متن بسیار پر اهمیتیه، ولی ما رو رجوع میده، یعنی مراجع و مآخذی رو به ما معرفی میکنه که سیاست‌های واقعاً 30 ساله اخیر امریکا رو روشن و واضح برای ما آشکار میکنه، که اصولاً اهداف امریکا در منطقه خاورمیانه و به طور کلی در ایران چیه. عنوان مقاله هست هر آنچه امروز انجام میدهیم، این یه امریکاییه که این رو میمیسه، قبل از 11 سپتامبر برنامه ریزی شده بود. نکته بسیار پر اهمیته و اون وقت 7 مورد رو اسم میبره. 1. حمله به افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 برنامه ریزی شده بود و شما رو میبره تو چندین مقاله که به شما نشون میده مدارک و اسنادش رو. مسئله حمله به افغانستان بعد از 11 سپتامبر و وجود نمیدونم اسامه بن لادن و طالبان امثال هم که خودشون اینا رو آوردن سر کار نبوده. برنامهش از طرف یونیکال. من سالهای سال پیش برای عزیزان گفتم که معاون شرکت یونیکال که قرار بود نفت و گاز رو لوله بکشن از ترکمنستان بیارن به پاکستان، چطور ابتدا با طالبان وارد مذاکره شدن، بعد دیدن که به دردشون نمیخوره گفتن که باید بیفته. بنابراین برنامه افتادند طالبان ها رو در اساس شرکت های نفتی ریختن و نه اینکه نمیدونم آقای ارشوتی و اسامه بن لادن، و اینکه مگر طالبان نمیخواست اسامه بن لادن رو تحویل بده و به این بهانه تحویل ندادن امریکا به افغانستان حمله کرد. حاضر شده بودن تحویل بدن به شرط ها و شروط ها. بنابراین این 1. حمله به افغانستان قبل از 11 سپتامبر 2001 برنامه ریزی شده بود. 2. حمله به عراق قبل از 11 سپتامبر تصمیم گیری شده بود. اگر من رسیدم بخش هایی از این رو در جلسات آینده، تاریخ این رو باید ما باز بکنیم که حمله به عراق از کی تصمیم گرفته شده بوده. 11 سپتامبر بوده؟ 11 سپتامبر فقط یک پرل هاربر بود که در واقع فقط بهانه‌ای به دست اینها بود. 3. حالا از نظر داخلی، اینا فقط نمیرن که افغانستان رو بگیرن، عراق رو بگیرن، لیبی رو بگیرن، با مردم امریکا چه کار میکنن؟ اینا پا به پای هم حرکت میکنه. 3. اجرای پیتریوت اکت قبل از 11 سپتامبر تصمیم گیری شده بود.